گریه و ناله دانشجویی است که ظاهراً از آینده ناامید شده است. کرشمی 20 ساله باشنده اصلی کنر است، اما از سالها بدین سو در ولسوالی خیبه ننگرهار زندگی می کند. کرشمه همراه با خواهر کوچکش سال پار بعد دانشکده های انجینری و ادبیات دانشگاه ننگرهار را یافت. اما آنان هم مانند هزاران دختر دیگر به علت بسته شدن دانشگاه های دولتی از ادامه تحصیل محروم شدند. پانتون کې کومه وشمه د انجینری پانځه ته خو دا کتابچه وسه پولیس دا کنه شو د تدیر نه اندخمنه ایمه تر زمونږ ټول تعلیمي کال خلاصيږي خو یې پانتونونه نه دا چې پانتونونه باندې زمونږ د غاهیل د خارو سره خارو شوی دي نو ډیر مونږ اندخمنه یو چې زمونږ راتلونکي به څنګه کیږي ځکه مونږ د نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوی او ټول انجینر دې ته ورخطا دی او هیله مې ده چې دغه تعلیمي مرکزونه او ټول هر څه چې تړل شوی دغه خلاص. زیبا خواهر بزرگ کرشمه است که دانشجوی صنف دوم دانشگاه ننگرهار است. او میگوید که با چالش های زیاد مکتب را تمام و سرانجام به دانشگاه را یافت، اما حالا با آینده ناروشن روبرو است. پانتون دیگه شخصی دیگه دولتی دیگه تبایی دیده اما آرگی خصوصا در خزه در پارزه که بعضی خزه دستشتر چی در خپل سرپرست نری بکر که دوی در اماغ تعلیم در لحاظ که سو فارغ شوی دی وظیفی اغسی اماغ در طریق نخپل کورانی در مسارف را که خپل ماشوان تریزق پیدا که اینو موند اسلامی امارات نه دا غوښتنه لرو چې باید د ښځو په تعلیم کې باید مخنیوی ونی کې باید ادامه ورته ورکړي دغه پوهنتونونه باید شروع کړي. پدر این دختران که در یکی از مکتبهای ننگرهار آموزگار است میگوید که با وجود اقتصاد ضعیف خانواده و روزگار بد تلاش کرد که دخترانش آموزش ببیند. او از امارت اسلامی میخواهد تا زمینه آموزش را برای دانشجویان دختر فراهم سازد. ټولنه هغه د جوړولو ځکه تعلیم و تربیه دا چې کوم دی دا د یو هیواد د انکشاف او د توسعه بنسټ جوړوي نو کله چې دا ودرېدو دغه ټولنه شاته ځي. وزارت تحصیلات عالی درست پیش در یک نشست خبری اطمینان داد که دانشگاه های دولتی به زودی برای دانشجویان بازگشایی خواهد شد. په نژدې ورځو کې به افغانان دا زیر واوري چې د اسلامي امارت لخوا نه به دولتی پوهنتونونه بیا شروع شي. از میان بیش از 15,000 دانشجو در دانشگاه دولتی ننگرهار نزدیک به 3,000 تن آنان دختران هستند. در کنار بسته ماندن مکتب های دختران با آمدن دوباره امارت اسلامی دانشگاه ها نیز برای دانشجویان بستند. اما امارت اسلامی از نهایی شدن طرحهای بازگشایی نهادهای آموزشی و تحصیلی در آینده نزدیک اطمینان می دهد.